اگه دوست داری موزیک نفس از رضا صادقی رو یاد بگیری، حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. سلام دوست من مهدی هم و این چنل آموزش گیتار منه. قرار که تو این ویدیو موزیک بسیار زیبای نفس از رضا صادقی عزیز رو یاد بگیریم. بریم سری سراغ آموزش. من فقط بگم که با ریتم هایی که داریم اینو میزنم، با فینگر و پیک هم اینو میزنم و همچنین با کاپو هم گامش رو جابجا میکنم برای کسایی که دوست دارن گام رو مناسب صداشون کنن و بهتون آموزشش رو خواهم داد. خب ریتمی که این موزیک داره ریتم 2/4. من قبلا دو تا ریتم 2/4 رو در قالب یک ویدیو بهتون آموزش دادم، 2/4 راک و 2/4 ترکیبی رو، هم با فینگر هم با پیک. الان لینکش میاد این بالا و بعدا توی دیسکریپشن هم میذارم. اگر دوست داشتید که ویدیو رو تا انتها نگاه کنیم، میتونید بعد از ویدیو برید توی دیسکریپشن و لینکش رو اونجا گذاشتم برید ببینید. نکته دیگه که باید بهش اشاره کنم اینه که اگه توی آکوردهای باردار تعویض و صدادهیشون ضعیف هستید یا کلن نمیدونید چی هستن، حتما اول برید ویدیوی تعویض و صداده آکوردهای باردار که توش رازها و ترفندها و تمریناش رو بهتون آموزش دادم که به راحتی بتونید ازشون نتیجه بگیرید و این مرحله رو بتونید پشت سر بذارید. الان لینکش میاد این بالا، میتونید برید ببینید. و نکته آخری که باید بگم، من یه پلی لیست دارم که توش آموزش های زدن و خوندن میدم مثل همین ویدیو. اگه به این سبک ویدیو علاقه دارید، من حدودا 50 تا ویدیو از خواننده‌های مختلف آموزش های مختلف گذاشتم، هر روز هم آموزش بهش اضافه میشه و میتونید برید توی اون پلی لیست و آموزش ها رو ببینید. الان لینکش اومد این بالا. خب بریم سریع سراغ آکوردهایی که این موزیک داره. آکورد اول، آکورد لا مینور ای ام، همگی بلدیم ولی برای کسایی که برای اولین بار میبینن من توضیح باز میدم. انگشت یک فرت یک سیم دو، انگشت دو فرت دو سیم چهار و انگشت سه فرت دو سیم سه، این میشه لا مینور ای ام. آکورد بعد آکورد ر مینور هست که با دی ام نمایش میدن. انگشت یک فرت یک سیم یک، انگشت دو فرت دو سیم سه و انگشت سه فرت سه سیم دو، این میشه ر مینور دی ام. آکورد بعدی سول ماژور که با جی نمایش میدن، باره میگیریم فرت سه، انگشت دو فرت چهار سیم سه، انگشت سه فرت پنج سیم پنج و انگشت چهار فرت پنج سیم چهار، اینم سول ماژور که با جی نمایش میدن. آکورد بعدی فا ماژور یا اف که همین سول ماژور اگه من بیارم از فرت یک بگیرم میشه فا ماژور یا اف. انگشت یک باره گرفته فرت یک، انگشت دو فرت دو سیم سه، انگشت سه فرت سه سیم پنج و انگشت چهار فرت سه سیم چهار. آکورد بعدی که داریم آکورد می مینوره که با ای ام نمایش میدن. انگشت دو فرت دو سیم پنج، انگشت سه فرت دو سیم چهار، اینم می میناره که با ای ام نمایش میدن. و آکورد آخرمون می ماژوره که با ای نمایش میدن. کافی همین می میناره که گرفتیم انگشت یکمون رو بگیریم فرت یک سیم سه، این میشه می ماژور که با ای نمایش میدن. خب بریم با دوچار ترکیبی شروع کنیم نواختنشو. نفس نفسای تو میدونه، بری عاشق و دیوونه میشم، جون نگات که همه جهان توشه، نظر گم بشم این گوشه، بگیر دستای سردی که دستای گرم تو دوباره میپوشه. خب این قسمت که کورس آهنگم، اون قسمتی که تکرار میشه، من میخوام با دوچار راک بزنم با همین پیک. من عاشقت شدم ببین، دوست دارم همین، کسی نمیاد دیگه مثل تو روی زمین. من عاشقت شدم چه زود، دست خودم نبود، هر کاری کرده بودم واسه عشق تو بود. خب بریم با فینگر این بار با دوچار ترکیبی بزنیم قسمت بعدی رو. مثل دیوونگیه اسمش زندگیه، خوبه کنار خودت، اونی که آسون دل منو برده، عشقم نگاه توه. مثل دیوونگیه اسمش زندگیه، خوبه کنار خودت، اونی که آروم آسون دل منو برده، عشقم نگاه توه. این
اینم از این. حالا قسمت دوره برمیگره، من عاشقت شدم، این بار میخوام با فینگر با دوچار ترکیب با دوچار راک بزنمش که اینم ببینید. من عاشقت شدم، ببین دوست دارم همین، کسی نمیاد دیگه مثل تو روی زمین. من عاشقت شدم، چه زود دست خودم نبود، هر کاری کرده بودم واسه عشق تو بود. اینم از این. حالا بریم با کاپو گامشو جا به جا کنیم. من باز توضیحات رو توی ویدیوهای قبلی هم دادم، باز یه بار دیگه برای کسایی که برای اولین بار میبینن ویدیوهای منو توضیح میدم. کاپو یه وسیله این شکلیه که باش میتونیم گاممون رو به وسیله همون آکوردهایی که بلد بودیم از قبل تغییر بدیم. الان این آکوردها خودشون سردستن آسونن، ممکنه برای یه عده‌ای مثلا برای خانم‌ها یا بعضی از آقایون این گامش پایین باشه و لازم باشه بیارم بالاتر، و برای بعضی‌ها مخصوصا آقایون ممکنه این بالا باشه، آقایون که صداشون بمتره این بالا باشه و لازم باشه بیارم پایین. اگه پایین بود و خواستیم بیاریم بالا که خیلی راحته، یه فرد دو فرد سه فرد تست کنید جای مختلف، توی همین هولوش یک فرد تا چهار فرد پنج فرد تست کنید، کاپو رو ببندید. مثلا من الان اینو یه تست کنم، مثلا میبندم فرت سوم کاپومو و الان فرض میکنم که این سردسته من اومده اینجا، یعنی لامینورم رو دیگه از اینجا میگیرم، سول ماژور رو از اینجا میگیرم، فا ماژور رو از اینجا میگیرم، می مینور میشه این دیگه، الان ر مینور، اینم می ماژور، همه رو دیگه از این قسمت میگیرم. الان تست کنیم. نفس نفسای تو میدونه، بری عاشق و دیوونه میشم، جونه جونه نگات که همه ی جهان توشه، نظر گم بشم این گوشه، بگیر دستای سردی که دستای گرمت رو دوباره میپوشه. الان دید که اومد بالاتر. خب مثلا من نباید الان انقدر اینو بیارم بالا، ولی برای تست گفتم که ببینید. حالا اگه خواستیم بیاریم پایین چیکار کنیم؟ الان خب این سوال به وجود داره که الان من دیگه از این پایین تر که جا ندارم بیارم، درسته، ولی شما اگه از 5 فرد 6 فرد بیشتر اینو بیاری جلوتر، در اصل انگار دارین برش میگردونی پایین. خب بعدم تو ویدیوهای بعدی یه ویدیو کامل اینو توضیح میدم که دلیلش چیه، کلا باید چیکار کنید. الان اینو مثلا من میارم میبندم فرت مثلا 7، یه تیکه رو باش بزنیم، همینجوری میبندم فرت 7. آکوردام الان دیگه میاد اینجا دیگه، لا مینور، می مینور، سول ماژور، فا ماژور، می ماژور، ر مینور. خب من عاشقت شدم، ببین دوست دارم همین، کسی نمیاد دیگه مثل تو روی زمین. من عاشقت شدم، چه زود دست خودم نبود، هر کاری کرده بودم واسه عشق تو بود. الان میدونم که اومد پایین تر در است. پس اینم یه روشی که میتونید ازش استفاده کنید. باز ببینید بستگی به خودتون داره، باید جای مختلف تست کنید، برای هر صدا ممکنه متفاوت باشه، تست کنید تو جای مختلف با توجه به این توضیحی که من دادم و به راحتی بزنید و لذتش رو برید. مرسی که همراه من بودید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو بزنید. من حتما توی ویدیوهای آینده آهنگای بیشتری رو توضیح خواهم داد، نکات بیشتری رو اشاره میکنم، حتما چنل رو سابسکرایب کنید که از ویدیوهای بعدی مطلع بشید، همچنین لایک کنید ویدیو رو، به من انرژی میده، توی کامنت ها بهم انرژی بدید و توی کامنت ها میتونید پیشنهاداتتون و سوالاتتون رو بپرسید، من به همشون جواب میدم. مرسی که همراه من بودید تا اینجا، تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.